جنوب اسرائیل، 10 کیلومتری مرز با غزه، شهر استروت و بازگشت نسبی آرامش برای ساکنان به سمبولیک ترین شکل آن. امروز برای اولین بار بعد از 5 ماه داریم مدرسه رو باز میکنیم. شادیشون رو میبینین. اگه دنبال سمبول پیروزی بودیم، این یکی از اوناست. سمبول پیروزی استروت، سمبول پیروزی مردم اسرائیل. اما به نظر میرسد ارزیابی کابینه جنگی اسرائیل از شرایط موجود کمی متفاوت است. چرا که یک مقام ارشد دولت جو بایدن شامگاه شنبه به خبرنگاران گفت که اسرائیلی ها چارچوب پیشنهادی آتش بس 6 هفته‌ای در غزه را به طور کلی پذیرفتند. به گزارش منابع خبری فلسطینی، هیئتی نیز از سوی حماس روز یک شنبه برای مذاکرات غیر مستقیم با هیئت اسرائیلی از طریق میانجیگران مصری و قطری وارد قاهره شده است. بنابراین عملی شدن آتش بس اکنون بیش از هر زمان دیگری به همراهی و موافقت حماس بستگی دارد. همزمان با افزایش احتمال برقراری آتش بس، ارتش اسرائیل از چندین حمله مختلف به مواضع حماس در خان یونس خبر داد. دیگر ویدیوهای منتشر شده در خبرگزاری‌های جهانی نیز از ادامه حملات هوایی به مناطقی در شهر مرزی رفح حکایت داشتند. در کشاکش این تحولات، آمریکا اعلام کرد که برای اولین بار از زمان آغاز جنگ اسرائیل و حماس، کمک‌های خودش را از آسمان بر سطح غزه فرود آورده. اقدامی که پیشتر نیز چندین کشور دیگر با هماهنگی ارتش اسرائیل انجام دادند. این تلاش با اهمیتیه. ما از همه تلاش‌ها در جهت کاهش رنج غیر نظامیان در غزه حمایت می‌کنیم. ما تا به حال در همکاری با فرانسه، امارات، اردن و آمریکا 21 مورد ارسال هوایی کمک‌های امدادی در شمال غزه را به انجام رسوندیم. ما به گسترش تلاش‌های بشردوستانه برای ساکنان غزه همزمان با تکمیل اهدافمون در خصوص رهایی گروگان‌ها و خاک غزه از شر حماس ادامه خواهیم داد. اقدام تازه آمریکا پس از آن بود که روز پنج شنبه طی واقعه‌ای در شمال غزه در پی هجوم جمعیت به کاروان کمک‌های امدادی در جنوب غربی شهر غزه بیش از 100 نفر جان باختند. به گفته سخنگوی ارتش اسرائیل، اکثر قربانیان به دلیل فشار جمعیت و زیر دست و پا ماندن کشته شدند. اما تعداد محدودی نیز در واکنش به حمله غارتگران به نیروهای اسرائیلی هدف گلوله قرار گرفتند. به هر رو، واکنش‌های اولیه برخی فلسطینیان به اقدام اخیر واشنگتن چندان مثبت نبوده. ارسال کمک دیگه چیه؟ ببینم نکنه آمریکا ما رو مسخره گیر آورده که از یه طرف کمک میفرسته، از اون طرف خونه هامونو میرزه و سرمون. بابا ما اصلاً کمکش رو نخواستیم. هیچی نمیخوان. همه اون چیزی که ما از اونا میخوایم اینه که شرشون رو از سر ما کم کنن. اما از سوی دیگر، تقریبا به طور قطع میتوان دلیل دومی را هم برای موافقت کابینه جنگی اسرائیل با آتش بس عنوان کرد و آن تنگ شدن حلقه فشارها از سوی خانواده گروگانهای اسرائیلی است. فشاری که مقاومت بیش از حد در برابر آن فروپاشی دولت فعلی اسرائیل را رقم خواهد زد. محسن ایزدی، لندن.